بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام. سلام بر ایرانی که صلابت و شکوه در حماسه های جاویدان آن موج میزند. هشت ساعت بعد از شروع حماسه بزرگ ملی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا میخواد یه مهم رو یه بار دیگه برای رای دهنده ها تأکید کنه. یکی از بحثایی که من به جد دارم توصیه دارم به هموطنان عزیز، این که قبل از اینکه وارد شعبه بشن برای اخذ رای، اسامی شوراهاشون رو تعیین کنن. یعنی از قبل این رو اگر مشورت میخوان بکنن مشورت کنن، اگر میدونن بنویسن روی کاغذی که وارد شعبه میشن. خیلی معطل. دوباره سری میزنیم به ستاد انتخابات کشور که در اطلاعیه شماره 17 خودش تأکید کرده نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچ تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت نداره. برای همین هم از رأی دهندگان حتی در بیمارستان‌ها و پادگان‌ها هم صرفاً در قبال ارائه شناسنامه و شماره ملی باید رأی‌گیری به عمل بیاد. این اطلاعیه یادآور شده متولدین 24 سه 1374 و قبل از اون میتونن در انتخابات شرکت کنن. ستاد انتخابات یه خواسته هم از رای دهنده ها داشته، اینکه تعرفه های رای رو با خط خانا و با مشخصات کامل پر کنند. خب، عنوان اولین گزارش من از شور و شعور ایرانی تا حضور نمایندگان نامزدها در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در شورای نگهبانه. میخوایم به بیگانه ها بگیم، چون فرمودین ممکنه خارج از کشور پخش بشه، این که اگر جلوی کله موامون معلومه، اگر ظاهرمون 100% اونطور اسلامی نیست، ولی اسلام و کشورمون و رهبرمون رو با هیچ چیز تو دنیا عوض نمی کنیم، تحریم کنن، ما سختی ها رو تحمل میکنیم. خیلی راحت ما دنبال روح شهدا هستیم و پیرو به خط امام هستیم و جونمون هم براشون. رأی‌گیری به شورای نگهبان می رویم، جایی که نمایندگان نامزدهای 11 انتخابات ریاست جمهوری از آغاز رأی‌گیری در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات حضور دارند. مشاهدات ما هم از دستگاه های اجرایی و دستگاه های نظارتی عمل کرده نسبتا خوبی رو تا الان نشون میده. امکاناتی که از طرف شورای محترم نگهبان فراهم شده امکانات قابل قبولی است. ما مستقر شدیم، فضای خوبی از نمود شورای محترم نگهبان مهیا کردم که زمینه خیلی خوبی رو ایجاد کرده در تعامل. ما مطمئنیم که صیانت از آرای تمام کاندیداها توسط شورای نگهبان انجام میشه. تا این لحظه‌ای که ما در شورای نگهبان هستیم مشکل خاصی بروز نکرده. خب، نمایندگان نامزدهای مختلف بر سر صندوق‌ها هم حاضر هستند. طبق مصوبه سال 1379 نامزدان محترم میتونن نمایندگانی رو بر سر صندوق ها داشته باشند که این کار انجام گرفته، از طریق وزارت کشور مقدماتش فراهم شده و حضور دارن. علاوه بر این ما یه اقدام اطمینان‌آور بیشتری رو داشتیم که از دور گذشته شروع کردیم،
دعوت کردیم از نامزدهای محترمی که نمایندگانشون رو برای حضور در ستاد نظارت بر انتخابات معرفی بکنن. این کار مقدماتش در طول هفته گذشته انجام شد و از امروز صبح نمایندگان نامزدهای محترم هم مستقر هستند. باز هم با امواج سری میزنیم به بیرون از مرزهای ایران. در ادامه گزارش بخش قبلی از حضور ایرانیان خارج از کشور، تصاویر خوبی هم از انگلیس و فرانسه به دستمون رسید که حیفمون اومد براتون پخش نکنیم. یعنی اینکه کشورش رو، سرنوشتش رو، مسائل مربوطه به کشورش رو علاقه‌منده برای کشورمون و دینمون. به هر حال ما هیچ جنگی با هیچ کسی بر اساس تفکراتمون نداریم و همه مردم رو هم دوست داریم، چه اقلیت، چه اکثریت، چه مسلمان، چه غیر مسلمان. و میخوام این تفکری که جهان در مورد ما داره بعضن بالا به سرکردگی امریکا، اینا همه پاک بشه. بسیار هرچی بیشتر شرکت کننده باشه، بیشتر رای بدن در مقاومت، استقامت و پایداری ایران مهمه. شما به عنوان یک ایرانی چقدر میتونه مهم باشه در پای صندوق های ایران؟ 1/72 میلیون. یه بار دیگه با دوربین و خبرنگارای باشگاه خبرنگاران همراه بشیم و بریم سراغ اونایی که سالهاست مهر وطن در دلهاشونه و شناسنامه هاشون پر از مهرهای انتخاباتیه. امروز صبح اول وقت تصمیم گرفتیم با صندوق سیار بریم سراغ جانبازای قطع‌نخواهی، اما انگار اونا گوی سبقت و اما روبوده بودن و علی‌رغم وضعیت جسمانی خاصشون پای صندوق ثابت رای حاضر شده. امروز با حضور میلیونی پرشور حماسی پای صندوق رای انشالله این حماسه شکل میگیره. این خب وظیفه شرعی ما هستش که در این امر انتخابات شرکت کنید. حاجا یه روزی پاتون و دلتون رو تو جبهه ها جا گذاشین، امروز با دلتون مجدداً اومدین صحنه مشارکت، برام توضیح میدین؟ این یه وظیفه و تکلیف به قول مقام معظم رهبری فریضه است، همه باید شرکت بکنن. هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز این که نام من ایرانیم. با کسانی مواجه شدیم که از مهرهای شناسنامه هایشان برایمان گفتند و حس غروری که از این مهرها میگیرند. چند دومین باری که اومدید رای بدید؟ من از اول انقلاب یکیش باطل نشد. چون ما پاکار ایران وایسادیم، برای ایران اومدیم، چون به ایران علاقه داریم، به عشق ایران اومدیم رای بدیم. اینو ببینن بدونن که ما تا آخرین قطره خونمون، تا لحظه‌ای که نفس در جونمون، پشتیبان ولایت فقیه هستیم. شناسنامه من یک صفحه شناسنامتون پر از مهر انتخابات و در واقع حضور شما پای صندوق رای، چه احساسی دارید؟ احساس غرور. هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز این که نام من ایرانیم. خب من هم از گوشه گوشه ایران اسلامی خبرهای تازه انتخاباتی دارم. در جنوب غرب بعد از ظهر داغ انتخاباتی در دمای 42 درجه و رطوبتی که تا 80% هم میرسه همچنان پر رونق ادامه داره. از خوزستان خبر رسیده که برخی از شعب به علت ازدحام جمعیت با کمبود منشی روبرو شدن و در برخی از شعبه ها هم ازدحام جمعیت به گونه‌ای بوده که رأی‌گیری به کندی صورت میگیره. درود بر شما حماسه سازان. اولین باری که تو انتخابات شرکت میکنم، طبیعتا خیلی خوشحالم که میتونم تاثیرگذار باشم تو سرنوشت مملکت کشور. یه وظیفه دینی است. اونجا مسجد جامع خرمشهر، دیروز شهدا و رزمنده ها با سینه دریده شده شون از مملکتمون دفاع کردن. امروز هم ما با اثر انگشتمون
ایرانی ها بازم بدن که ایران رو سر بنن. حضور مردم امروز چطور دید؟ خیلی عالی بود. خیلی پرشورم. خیلی خوشحالم که مملکتمون همچین مردمی داره. شناسنامه‌ها رو مهر می‌زنی چه حس و حالی داره؟ خوشحالم. امروز برنده کیه؟ مردم ایران. شانزده و سی با شما خواهیم بود.